موجودي مشكلات في عصبة وجودي برنامه وكل انا از بیرون ما همون تلاش داریم که یک فضای مساعدی را که از هر طرف ممکن بوده باشه برای مذاکره مثل محیا بسازیم اون من هم یک عقیده هستیم کسیم که یک از دوستها اشاره کرده بود که بمردی که مذاکره و صلح صورت بگیره و طالبا کشانده شود طالبا دیگر خودشون یک وجود ذاتی ندارن خودشان متکی به خود بوده باشند اونا فقط توسط قمانده و زغیر گرم نگیرن، سلاح هم نگیرن، زغیر هم اگه از بیرون برشون چی میشه و من از اینکه مذاکرات شد و مسائل و تفاهم هستم و میان بیاند شد این وضعی که فیرن تاریبا دارم این نبوده شد از هم بپاشن و پراکنده شد اما اشاره ای که شما داشتین و قبلا سایر دوستا برادران داشتن یک مطلبی اساسی است که باید ما اطلاعات خود بگیریم آقای ناصری با عرض احترام به همه برادران و دوستا میخواستم از استاد رو سوال کنم یکی بود که پیش از رادیو بی بی سی آخرین گزارش شمی بود که رئیس بخش فارسی رادیو اسرائیل اعلام کرد که ما با شما یا با هیئت دولت همین روزا در یک کشورها دیدن مذاکرات سیاسی میان اسرائیل و دولت افغانستان که مقصد شبکه شمال است جریان دارد و تایید میکنند به خاطر ضدیت با طالبا مشکلشان از و عادت هست فعلا که با ایرانی ها هم دست بستن و ایران نمی خواهی که کار اسرائیل به مسئله افغانستان با خودشا ولی اونا دیدن ایروها را ترجیح میکنند به خاطر ضدیت میان را بستن و مصاحبه مختصره که به جواب شاهای روان فرادی میگن که ما تماسای از طرف اسرائیلی ها با ما گرفتر شده در سازمان ملل به خاطر ارسال کمک ها و این کمک ها به خاطر از این میان وزارت خارجه و وزارت دفاع اسرائیل توافق نشد چی به ارسال شد حال به تعویق افتاده و ما به ضرورتی به همکاری با اسرائیلی ها نداریم ولی اون کمک تقاضای کمک رو ما از همه میکنیم و اسرائیلی ها مامانگی نشان دادن و ما تماس دارد این یک موضوع است که اون شکلی که باید فقرد این کد آقای فرمانی درست نکرد و شخصا که خبر بسار ساده است خبر این بسار پیش بود از شما سوال دارم یک و دوم رابطه با خانمودار برادر ما و دیگر دوستایی که اینجا بیشتر فرمودن و اختلاط سیاسی که باید در افغانستان باشد ما با یکی از بزرگای جهات آقای خانی سمیز بیشتر صحبت داشتم صحبت گذاریم و در برنامه هم گفتم ما با بزرگا برادران که بینه میخواییم مختصر تذکر بکنم اونا میگفتن ما بعد از یک جلسه طولانی در پنشیر و می نظر هستیم که شعارهای کن در دیگه نمیتیم شعارهای کن باید زوخ ما شد ما یک اندازه باید انتقاب قضی شدیم ما باید کنم که آقای قانونی شما برمان باید شعارهای کن به شما که باید زوف شما شد از طول دعات باید زوف کنم شد باید این شش سال در این شش سال شما کدام شعاره داریم در آزیو، در مطبوعات، در نخرات، در وزارت ها، در ریاست دولت کدام شعاره کنم شما داریم از روز که شما با کابل داخل شدیم و حق عمومی اعلام کردیم که ما خودم در کابل شاهدش بودم کمونیست ها در مطبوعات در وزارتخانه ها، در ریاست ها، در سفارت ها و در خارج اونا را مثال به عزت آبرو فرستادیم و برای ما الحمدلله درد سر ایجاد کردیم که دولت کمونیستی میکنه در آلمان تشکیل شده دارد شما که باید سبه خلاف کارها شده روی صلاحیت ملت و شما تفیز کرده بود شما باید حق امید کنیم خاطر ملت و شما این شعارها دارید ذلت و بدبختی و بدنامی که مجاهدین صاحب شده آیا در همین شش سال شده یا در طول جهاد وقتی که همین قتل و قتال، همین جنایت، همین فجایعی که در کابل صورت گرفت در حیام جهاد وقتی که در گوشه افغانستان در یک گوشه افغانستان در کل مناطق مجاهدین سخن میکنیم نه دوزی بوده نه رزنی و نه فتال کلیقی و نه چور و شفاول و غیره ولی در کابل شما 13 حکومت داشتیم 13 صاحب شدیم کابل پس وقتی هم عمومی کردیم خواهد با تمام عظمتش با عمیور با تمام عظمتش از این وقت دو نیست زلن شده یا از این وقت شما این شعارهای کن ما دادیم به نظر ما استاد یک عرض داشتن عرض برادران هست با هم اختباط بسار همین پرکودانی داریم ما تا بزرگای جهاد تا رهبریت رهبریت مسلمان ها سطوح خود تصویر نکنند ما
باز به حسن خود بر نگرده وقت که نمی کنه مشکل محل شد نه تعدد افکار سیاسی نه پذیرش اعتقادات دیگر اندیشانه و نه ترکیب های متجانس و غیر متجانس در افغانستان به اساس غیر اعتقادی هر چیزی که باشه مشکل حل نمی کنه و امروز شما مشکل را در شمالداری خود کن بیتر می دونید چی داره و عرض من التجای من خواهش من التماس من شما باید کسی که براتون بیعت کرده با صادقانه به خاطر اسلام و خدا بیعت کرده هیچ نوع انگیزی غیر از اسلام و جهاد دیگه وجود نداشته پیوندکار پیوندهای خطیتی بدن التجا می کنم که اصل خود برادرها برگردن و مسلمان خالی خود تقویه کنن و کسی را که با اسلام دشمنی کرده و دشمن بوده اگر حق کرده که نکشیش بس علایده او در مقامات در مناسب ترانه تا که مشکل محل نمیشن و روزی خواهد کرسی تاریخ سر ما قضاوت بودی کنید روی کنم باید کمک کنه کشورهای اسلامی، کشورهای دوستی که میتواند کمک کنه کشورهای دوار جهاد و مجاهدین ارتباط داشته چیم کشورهای غیر اسلام نه ما اسرائیل نه در گذشته با دولت اسلامی هیچ نه و با مجاهدین هیچ نه و سمتکی و رقمیدی نداشته و نه فعلا یک ایرانی که از طرف اسرائیل همشته و بیشتر جنبه های تبلیغاتی داشته خواستم که یک نوع در این وقت که بازم مجاهدین بعد از این توطئه های مختلفی که علی ملت افغانستان و علی حرکت های جاری در افغانستان بود بین این توطئه ها رو به ناکامی داشت یک آواده و زمزمه و یک هیاهوی دیگر رو بلند بکنه که به عقیده من یک نوع حرکت تبلیغاتی بوده که صورت حرکت در حالی که نه کمکی صورت گرفته و نه کمکی هم تا صورت گرفته همین آنا ویلی خیلی که اجرایی وجود نداره که اونجا آقا ببرند و تا با اون تاجکستان اونا که یگانه رای سکتر اونجا اگر کمک از خارج میاد به تاجکستان اونا ارتباط ندارن و تنها ارتباطی که دارن با ازبکستان کسی ارتباط هست که ازبکستان فعلا اتا مردایی را که بری موادی که میام و کلم تنوز قطع تانوس کدام کمک‌هایی را هیچ نوع کمک‌هایی به سیب زده در افغانستان در سیب زده انجام نداد خوب پاکستان و ایران و طبعا دولا کمک‌ها را بزن این یک حرکت تبلیغاتی بود که من البته از جردان تانوس در ما که در چیز بودیم در اون کنفرانس یک بار از طرف‌های افغانی من که در اون اینکه موجود نداشت تنها در داخل موضوع گیری هایی که داشتن مثلا ایران کردن که به این شکل داشت کار کمک شد حتی از کشورهای مسلمان بدبختانه تا هنوز نرسیده که شاکی داره که اسرائیل برسید